بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت نمازگزاران مسجد مقدس جمکران، میهمانان امام زمان علیه السلام، همه فقهای معظم تقلید، هر آنچه که از واجبات الهی رو که واجب میدانند مقدمه اون واجب رو هم واجب میدانند، چرا که اگر آن مقدمه واجب انجام نشه اصل واجب انجام نمیشه. مثلا وضو به نسبت نماز مقدمه واجبه، اگر وضو انجام نشه عملا نمازی هم در کار نیست و نمازی صحیح نیست که در اون وضو وجود نداشته باشه. یکی از واجبات و بلکه به فرموده حضرت امام رحمت الله علیه، اوجب واجبات حفظ نظام اسلامی است. نظام اسلامی که میگیم منظورمون اشخاص و احزاب نیست، اصل نظام اسلامی حفظش بر همگان واجبه. یکی از مقدمات این واجب شرکت در انتخابات، لذا مراجع معظم تقلید شرکت در انتخاب رو واجب می دانند، علی رغم گلایه هایی که تقریبا همه مردم دارن. اما اصل شرکت در انتخاب فرمودن مقام معظم رهبری که یک واجب عینی است، نه یک واجب کفایی، یعنی بر تک تک مکلفین واجب هست. از طرفی نه فقط اصل مشارکت در انتخابات، که نه، بایستی دیگران رو هم دعوت کنیم و نهی بکنیم افرادی رو که نمیخوان شرکت بکنن. این کار از این جهت که باعث تحکیم و حفظ و تقویت نظام اسلامی میشه امر به معروف محسوب میشه، و از این جهت که باعث شکست نقشه های دشمنان نظام اسلامی است نهی از معروف به حساب میاد. خدا انشاءالله به هممون توفیق شرکت و دعوت دیگران برای شرکت در این امر مهم رو انشاءالله عطا عنایت بفرماید. نهضتی به نام نهضت وقف مهدوی به پا شده که عزیزان با هر وسع مالی که میتوانن، اگر دوست داشته باشن، میتونن یک چیزی رو ولو یه سهم اندکی رو وقف امام زمانشون بکنن. عزیزانی که مشتاق مشارکت در بحث وقف مهدوی هستن، در به یک قسمت وقف مهدوی عزیزان هستن، مستقرن و میتونید انشاءالله اونجا مراجعه بفرمایید. خدا انشاءالله در فرج امام زمان تعجیل بفرماید و توفیق زندگی در دولت حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.